خواب رفتیم که در خلصی آیه های جهل که این کلاغ نشسته بر دکل کشتی تا زندگی ما پرخ شد. به دیار خاطره ها برمیگردیم، به دیار اطلسی ها، آفتاب گردن ها، آفتاب سوزان تابستان، به دیار زمان برمیگردیم. و در پایان این را بگویم و بس، عیدی در عاشقانه هایش موجندیش و موجز بیان است، مانند این بوی گل فاصله کم می کند، می غلطم به سمتی که تو خوابیده بودی، یا چنان غرق می شوم در تو که دریا می شود شعرم. یادش مرا باد. متشکرم. تندیس هور افتاده روی شهر، تندیس هور افتاده روی شهر، در دامن لکه های خون است، در ایوان گلدان بیگل سوخته میخواستی مرا، سوختم باور نمی کنی از همین شقایق بپرس که جنون بودن را در من شعله بر می کند، که من از غرور ستاره تا افتادگی آب یک نفس در هوا می تابانم. سوخته میخواستی مرا، سوختم به این خاطر سکیب بعد روزهای رفته است، که تا سر برمیگردانم شرار فیلسوفان از گفتگ اسبان، که چون میگذرند تنها تری از خاطره و خاکستر بر جا میمانند. سوخته میخواستی مرا، سوختم و راه که خسته میشود کناره میکند آمد جهان، کناره میکند عشق سوخته اما ایستاده. بوی سیب میآید از بیرون پیراهن، گردش در باغ تر وسوسه‌ام میکند، خوش میکنم به بهشت تو را آغوش میکشم. ای کاش مرزی نبود، میتوانستی از این سوی زمین برای آن سو دستی تکان بدهی، بی دفتره ناجهانی حضور ترس در کوچه های جهان قدمی بزنی، کلا از سر برداری، به رهگذری ناشنا صبح بخیر بگویی، دیوار چاک در سلامت فاصله بروشی، بیگاه نزدین های خاردار. ای کاش مرزی نبود، تاریکی که سایه می گسترد می آید از پنجره، از در، از روزنه های خیال، روی نبض شراب، روی زخم شب، باد از پس پلک یار می بزن. در مهدانی تو را می جویم، در سپید دمان گندگنه توی مردنک ها چند ماهی به خواب رفتن، پس فکر کرد چند رویا به بارد، تاریکی که سایه می گسترد باد از پس فکر یاری. آتش، آه بال پروانه، آتش، آه آه جانانه، آتش شب بی پایان، آتش کنج ویرانه.
علیرضا جهانگیری در سال 1338 خورشیدی در ایل قشقایی و در خانواده اهل هنر شعر و ادبیات چشم جهان گشود. صدای خوش پدر جهانگیرخان و لالایی استادانه مادرش افروز ترنم گوش او بود. او به همراه پدر و عمویش کیومرثخان مشهور به کیخا گوشه های آوازی قشقایی را فرا گرفت و در دوران دبیرستان به موسیقی فارسی، دلکش، مرضیه، استاد بنان و بعدها استاد شجریان علاقمند شد و تا به امروز از مریدان استاد شجریان است. ایشان بنیانگذار گروه موزیکال مارال قشقایی، گروهی فولکلوریک که اعتقاد به اتحاد خلق‌ها دارد، به همراه آقای قیدرپور، سنتور نواز و رقص میترا اقبالی به اجراهای مختلف در کامیونیتی ایرانیان خارج از کشور پرداخته است. جهانگیری آلبوم‌های ایام حیرانی و دیدار آشنا توسط گروه نواک با آهنگسازی کیانوش خلیلیان را در دو سال گذشته ارائه کرده است که این دو آلبوم موسیقی سنتی و تلفیقی است. آقای جهانگیری لطفا تشریف بیارید. دوستر صدا چطور؟ چقدر سوراخ روی این دیوار است. در ژانویه 2017 عیدی عزیز این کتاب رو با این دستخط پر از عطوفت و زیباش تقدیم من میترا کرد. جمله خودش رو میخونم: با مهر فراوان تقدیم شد به گلان خوب روزگار دوستان عزیزم علیرضا و میترا. به حرمت دوستی و دوستداری ژانویه 2017 تورنتو عیدی نعمتی. اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد این زیبای نیما، جمله زیبای
شعر زیبای نیما. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نامخیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان، حرف خود را بگیریم دنبال. آرزوم همیشه این بود که عیدی عزیز شعرش رو دکلمه کنه و من در آواز، حالا بستگی داره چه نوعی باشه، چه حسی باشه و چه دستگاه و یا آواز موسیقی اصیل بتونه باش جور شه، ولی متاسفانه نشد، عجل یاری نکرد. اما رفقاش، یارانش، برادرانش و همیار، همسنگر، همرزم و همسرش سوسن عزیز اینجاست و بدون شک جاشو پر خواهیم کرد. روزی که این برنامه مطرح شد، من به دنبال فقط حسم بودم چی باید بخونم براش. به سوسن عزیزم گفتم نمیدونم، بذار بیام اجازه بده خودش بیاد. تا اینکه یه چند روز پیش وقتی از خواب بیدار شدم، یه حس جالبی برام بود، حس ابو عطا، آواز ابو عطا از مشتقات دستگاه شور. خوندمش، همون شعر اول و دومش رو. شعر نو، شعر نو در موسیقی سنتی، اگه خونده شدم خیلی کم خونده شده، زیاد مرسوم نیست. یک حس فبدا هست، شما به بزرگوایی خودتون خواهید بخشید. و تصنیفی هم از عارف قزوینی رو الان براتون اجرا میکنیم در خدمت جناب آقای درپور، هنرمند خلقی عزیز ز شهرمون، که بدون هیچ چشم داشتی برای کامیرتون خدمت میکنه. به افتخارش یه دست محکم. احتیاج به معرفی ندارم، از شاگردان بسیار خوب استاد پایور، حتی از طرز نشستنش پشت سنتور مشخص.
گردشند آب های جهان در دورانی تو خیال های منی و جهان پوست می اندازد در نفس هر سپیده و تازه می شود خیال های من نیست و تنها قول های توست که کهنه تر می شود و نمی آیی و کسی در قاب پنجره دارد پیر می شود و نمی آیی گم کردم تو را کنار همین خیال پریشان نمیدانم دیروز بود یا پار یا پیران یا که دیر سالی گم در قبار روزگار تنها میدانم گردبادی آمد تو را با خود برد پیران گفتند آخر زمان است حالا از همین خیال پریشان است که دست بر میبرم که تا دست میبرم
به سوی ستاره از ناودان انگشتانم خونچه که می کنه خونچه که می کنه می گویند می گویند باران بسیاری باریده است پس این درخت آتش پس این درخت آتش روییده بر شانه من یادآور کدام خوشسال کدام خاک ساله که آب هفت دریا آتشش را مجال نمی کنه سالها را گم کردم کنار همین خیال پریشان سالها را گم کردم کنار هم خیال پریشان تو را خود را گم کردم جانم رشک
خدا رشک خاتم شد، دل تنگ و چون من مرغ قفس بهره، جانم بهره خدا و بهره وطن شد. شکنج رفتاری این شب، چه بد کرداری این شب، سر کین داری ای چهر، ندین داری نا دین داری نا دین داری میهمان عزیزی از یاران دیرین عیدی عزیز رنج سفر بر خود هموار کرده و همکنون در میان ماست. سیاوش میرزاده متولد 1327 در گچساران جنوب ایران، از دوران جوانی به کار شعر علاقمند بوده و شعرهایش را در مجله های ادبی منتشر میکرد. از وی تا کنون پنج کتاب شعر منتشر شده است: آوار عشق، تا نرسیدن، تلواسه های تنهایی، سمت خمار سبز چشم لادن، رعشه های خوف، رخشه های خجسته. سیاوش میرزاده عضو کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید است و 4 دوره عضو دبیران انجمن قلم ایران بوده است. ایشان هم اکنون در شهر برلین، کشور آلمان زندگی می کنند. مقدمشان را گرامی می داریم و پای صحبت های ایشان می شیم. سیاوش میرزاده، خبرگزار. و اگر در این سخنرانی دچار مشکل شدم برگزارگاری خودتون ببخشید. و در هر صورت متن رو تهیه کردم که اون میخونم و پس از اون شعری که برای ایدی جان عزیزم گفتم قرائت میکنم و پایان کار. سعی میکنم سر وقت تعیین شده کارم رو تمام بکنم و حتی کمتر. بسیار اما صدا دارم؟ بسیار درود بر شما بود. پیشا پیش گفته باشم که من در مقام منتقد یا کارشناس بررسی شعر با شما سخن نمیگویم، بل به عنوان یک رفیق، یک دوست نزدیک به نیم قرن آشنایی، چه در ایام جوانی و شور و اشتیاق های متأثر از اون همراهی و همدمی و نیز در ایام باهمی در اسارت‌های زندان‌های شیخ و شاه. پس اگر سخنی میگویم از این زاویه و احساس نزدیکی و تبادل فکری با اوست. از این منظر به شعرهای عیدی و جایگاه اون نه از نظرگاه یک منتقد ادبی که در توانایی من نیست، بلکه با توجه به آشنایی دیرینه و موندگار من دریافت حسی و شخصی خود را بیان می کنم. در شعر عیدی گره خوردگی نوعی تخیل ویژه که با گشاد دستی صمیمانه از برگزیدن واژه‌ها با نگهداشت پیوند میان شاعر و موضوع شعر خود را می نمایاند و نیز تلاش می کند که حد فاصلی میان شعر حسی و شعر احساسی بگذارد تا خاصیت شعر از آسیب
دور بماند. از این رهگذر شعر از دو فضای جغرافیایی که یکی بکر و سرکش و رام نشدنی و موندگار در یاد از زیست بومی صمیمی حکایت دارد و آن دیگر در آوارگی در دیارهای غریب و همراه با نگرانی های تبعید. در تقابل این دو جغرافیاست شعرش از صمیمیتی بی نظیر با بیانی بسیار ساده و دستیافتنی و اما در کمال از حال و هوای گرمای اون دیار نخست هم دردمندانه هم سرشار از امید بهره میبرد و با استابی در خور در شعرهایش را به نمایش میگذارد که خمیرمایه اون در تبعید و رنجهای حاصل از آن نمود پیدا میکند. به قسمتی از این شعرش نگاهی بیندازیم. به اشتباه میرود سوی این خانه، به اشتباه می رود سوی این خانه، مردی به اشتباه رو دیر به اشتباه می رود سوی این خانه، مردی که حواسش را بادها بردند، راه خانه را از خانه باز نمی‌شناسد. جاده‌ها در ما سفر می‌کنند، آدرس‌ها کهنه می‌شوند، ما خانه عوض می‌کنیم، دست از آرزوهایمان بر نمی‌داریم. زبان ساده بیغلغش که بی نیاز است از ترکیبهای پیچیده و در لفافه، مستقیم بیواسطه در پیوند آنچه برو گذشته است، آمیختگی این گونه نگاه با آرزوهای انسانیش گره می خورد و بر جان و روان خواننده شعر می نشیند. صدا از جنس آتش گلو گر گرفته است از شرابی کنه. هوای تورنتو مثل هوای گشتاران نیست. گرمم می کند این شراب و نو می شدم. در دالانهای خاطره صدای ام کلثوم مرا که از وحشت هواپیماهای جنگنده گم می کنم خود را در نخلهای سوخته به رویت آب می برد. راه بی برگشت و در ادامه شعر باز همون ضرب آهنگ همیشگی، هوای تورنتو مثل هوای گشتاران نیست. شاعر در خیال و واقعیت در دو جغرافیا زیست.